السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابو عبد الله. سلام، به شهر مقدس کربلا خوش اومدید. افتخار همراهی شما رو دارم با برنامه هشتگ سوژه و از استودیو بین الحرمین. با ما همراه باشید. ورزش و تحرک بدنی مفید از لوازم زندگی ایدئال برای بشر به حساب می آید. ضرورت این امر در طول زندگی از آموزه‌های دینی به خوبی استفاده می شود. در قرآن کریم از نیرومندی برخی بندگان و پیامبران الهی صحبت شده و از نیرومندی آنها به عنوان یک امتیاز ستودنی خبر داده شده است و در روایات معصومین علیهم السلام نیز برخی از انواع ورزش‌ها آمده و برداشتن یک برنامه ورزشی تأکید شده است. بنابر شواهد تاریخی، برخی از رشته‌های ورزشی از جمله تیراندازی و سوارکاری در زمان پیامبر خدا و امامان معصوم علیهم السلام رایج بوده است و آن بزرگواران مردم را نسبت به فراگیری آن تشویق می‌کردند و احیاناً خودشان نیز در آن شرکت می‌کردند. در عصر حاضر و متاسفانه با کمرنگ شدن این گونه ورزش‌ها به علت عدم دسترسی عمومی یا هزینه‌های بالا، جوامع و مخصوصاً جوامع اسلامی ضربه‌های متعددی خوردند. از این رو نیاز به نهادینه ساختن و فراهم آوردن شرایط مورد نیاز ورزش‌های مورد تأکید ائمه علیهم السلام و تربیت بدن جهت اهداف مورد نظر ایشان مهم و ضروری می باشد. 26 مهر ماه روز تربیت بدنی و ورزش و سرآغاز هفته‌ای با همین نام هست. به این مناسبت امشب از شما می پرسیم علت سفارش فراوان پیامبر خاتم و اهل بیت ایشان علیهم السلام به آموزش تیراندازی و اسب دوانی به فرزندان چیست؟ من رضا ربیعی هستم و تلویزیون امام حسین علیه السلام این فرصت رو در اختیار شما قرار میده تا با برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به سوژه امروز با سایر بیننده ها در میون بگذارید. شماره های تماس و راه های ارتباطی رو میبینید، من هم براتون مرور میکنم: 20964-770-309-6135 از طریق خط تلفن، واتساپ و تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. بینندگانی که از ایران ما رو دنبال میکنن علاوه بر این شماره میتونن از طریق سامانه پیامگیر ما به شماره 5011-4070 با ما در ارتباط باشن. شناسه ما در اینستاگرام هست @suje. اگر به هر دلیلی نمیتونید تماس بگیرید، کافیه پیام بفرستید تا همکاران من در اتاق فرمان با شما تماس بگیرن. هفته ملی تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر ماه تا 2 آبان ماه در ایران به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت جامعه به ورزش برگزار می شود. ورزش در ایران باستان با هدف سلامت، شادابی و آماده بودن برای دفاع از وطن پا گرفت و پس از آن با توجه به تأکیدات فراوان اسلام بر تربیت بدنی به ورزش توجه بیشتری شد. از این رو شنا، تیراندازی، شمشیرزنی، اسب دوانی و سایر ورزش‌های مرتبط با آنها و یا برگرفته شده از آنها در گذشته رواج فراوان داشته است.
ورزش مایه پرهیز از بیکاری، مبارزه با کسالت و تنبلی، افزایش توانایی های جسمی و روحی، شجاعت، سلامت جسمانی و فکری و نیز وسیله‌ای برای جمع‌گرایی و اجتماعی شدن هست. با ورزش انسان از روحی بانشاط برخوردار می شود و روح بانشاط بدن را سرشار از طراوت و شادابی می سازد و البته بدن سالم هم روح و جان را در دستیابی به مدارج کمال و عبادت خدای متعال یاری می رساند. از این روز که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند مؤمن نیرومند نزد خدا بهتر و محبوب تر است از مؤمن ضعیف. از دیگر سو شخص ورزشکار با نیرو و توان بدنی خود همواره آماده دفاع از جان، مال و ناموس خود در برابر تهاجم دشمنان و خطرهای احتمالی است که همواره ممکن است خود شخص یا جامعه را تهدید کند. کسی که از توان و آمادگی جسمی بالایی برخوردار باشد قطعاً در برابر دشمن پیروز خواهد شد و اگر هم در این راه جان خود را از دست داد بنابر روایت‌های مختلف و فراوان جزو شهدا به حساب می آید. ورزش از چند بعد میشه بهش نگاه کرد، ابعاد مختلفی که برای سلامت جسمی و سلامت روحانی داره و از بعد دیگری نیز میشه به این امر نگاه کرد و اون اینکه انسان ورزشکار میتونه همیشه آماده دفاع باشه، دفاع از خودش، از جان خودش، دفاع از مالش، دفاع از ناموسش، از وطنش که همواره مورد تاکید ائمه علیهم السلام و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و در آموزه های قرآنی و به طور کلی آموزه های اسلامی در اونها به این موارد اشاره شده. از این روز که میبینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تأکید داشتند بر این امر، ائمه علیهم السلام هم در طول مدت حضور ظاهریشون بر این امر تأکید داشتند و کسانی رو که با این آمادگی جسمانی که بر اثر ورزش و تمرین‌های حاصل می‌شد در این راه‌ها، یعنی دفاع از جان و مال و ناموس، جان خودشون رو از دست می‌دادند، دفاع می‌کردند و جان خودشون رو از دست می‌دادند، شهید به حساب می‌آوردند و جزو شهدا رقم می‌زدند. ما در روایتی می‌خونیم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که می‌فرمایند هر کس برای دفاع از جان و مال و اهل و عیال خود پیکار کند و کشته شود شهید است. این معنا در روایت‌های فراوانی آمده، در برخی از روایت‌ها تک تک به اینها اشاره شده، یعنی دفاع از جان، جای دیگر در دفاع از مال، جای دیگر در دفاع از ناموس و در روایت‌های دیگری هم جمع شده همه اینها با هم اومده و برای مدافع و کسی که در راه دفاع از اونها جان خودش رو از دست داده لقب شهید به کار برده شده و اون رو جزء شهدا به حساب آوردند. ورزش از دیرباز نزد ملل مختلف از جمله ایران باستان دارای اهمیت بوده است. در آثار تاریخ نگاران باستان آشکارا میتوان به اهمیت ورزش در نزد مردم ایران پی برد. به طور کلی برنامه تربیتی و آموزشی ایرانیان به سه بخش عمده پرورش دینی و اخلاقی، تربیت بدنی و آموزش خواندن و نوشتن قابل تقسیم بود. اسب همواره در گذشته دارای اهمیت و ویژگی خاصی بود. سوارکاری یکی از مهمترین مهارت‌ها به حساب می‌آمد که خانواده‌ها آن را به فرزندان خود آموزش می‌دادند. همچنین تیراندازی که در زمان صلح برای شکار، تفریح یا آمادگی جسمانی و در میدان جنگ برای مبارزه با دشمن به کار گرفته می‌شد، از دیگر ورزش‌های مهمی بودند که همگان به دو صورت پیاده و سواره باید آن را می‌آموختند. بنابراین ورزش در زندگی روزمره بخشی از نیاز زندگی و بقا به شمار می‌رفت و حتی در زمان‌های صلح مورد توجه بود. به علاوه همواره حول این قدرت و زورمندی رفتارهایی تحت عنوان آداب پهلوانی، عیاری و فتوت شکل می گرفت که مستلزم آن بود که فرد ورزشکار دارای
شماری از سجایای اخلاقی برای کمک به افراد ضعیف و ناتوان و همچنین آمادگی برای دفاع از مردم می بود. این چیزی است که در پیشینه ما وجود داره. گذشتگان ما اینگونه بودند، پهلوانان و یلان ورزشکاری که همواره آماده کمک به دیگران، همواره آماده دفاع از جان و مال و ناموس خودشون و دیگر افراد جامعه بودند. با پیدایش زورخانه در عصر صفوی ورزشکاران یک نهاد رسمی یافتند که در جامعه با احترام به آن نگاه می‌شد و اغلب ادوات ورزشی در آن رزمی و حماسی بود. بله بینندگان عزیز، سعی کردم به صورت مختصر مواردی رو که اتاق فکر برنامه تهیه کردن و اون رو در اختیار من گذاشتن از پیشینه ورزش و ورزشکاری و اهمیت اون در طول تاریخ براتون یک سری موارد رو به صورت مختصر اشاره کردم. اما در این بین میبینیم که ائمه علیهم السلام، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، اشاره ای داشتن و تأکیدی داشتن بر نوع خاصی از ورزش که تیراندازی و سوارکاری باشه. این نوع خاص از ورزش که مورد تأکید پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام بود، موضوعیت داره در بحث ورزش. یعنی کسی که میخواد ورزش کنه، کسی که میخواد به تربیت بدنی روی بیاره، که این امری ضروری و لازم هست، و کسی که میخواد اون رو انجام بده باید به ورزش هایی روی بیاره که مورد تأکید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام بوده هست. و ما امروز میخواییم ببینیم و از شما بپرسیم که علت این امر چی بوده، علت تأکید پیامبر خدا و اهل بیت ایشان بر این نوع و از ورزش، این سبک خاص از ورزش چی بوده و چرا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به این نوع از ورزش ها، یعنی سوارکاری و تیراندازی، تأکید داشتند و خواستند که همگان به نسل های بعدی آموزش بدند این ورزش ها رو و فرزندان خودشون رو با این نوع ورزش ها پرورش بدند. از سوی دیگر میخواییم ببینیم که چرا در جوامع امروزی این نوع ورزش ها کم شده، چه دلیلی داره که این ورزش ها بهش خیلی پرداخته نمیشه. تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید، بگید که دلیل این موارد چی هست، چرا پیامبر تأکید بر این نوع ورزش ها داشتن، این ورزش ها چه فوایدی داره و اینکه چرا امروزه این ورزش ها کم شده. راه های ارتباطی رو مجددا براتون مرور میکنم، روی صفحه تلویزیون هم میبینید، 20964-770-309-6135 از طریق خط تلفن، واتساب و تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. بینندگانی که از ایران ما رو دنبال میکنن علاوه بر این شماره میتونن از طریق سامانه پیامگیر ما به شماره 5000-11-40-70 با ما در ارتباط باشن. شناسه ما در اینستاگرام هست @suje. سلام میکنم به آقای محسن از اصفهان. سلام علیکم. سلام به شما آقای محسن، بفرمایید میشنویم نظرتون رو. علت سفارش فراوان پیامبر خدا و اهل بیت ایشان بر انجام ورزش هایی مثل تیراندازی و سوارکاری چی بوده؟ بله آقا، ضمن خسته نباشید و قبولی زیارتتون متشکرم. آقا این برای آخر زمان به کارمون میاد، راه نجاتمونه. بله ادامه بدید، در آخر زمان به کار میاد، بفرمایید. برای دوره ظهور آقای امام زمان اگر امید زنده بودید به کار اونی آقا این شده چیز آقای نجاته. الان یعنی در جامعه امروزی نیاز به این دو ورزش هست به نظر شما، درسته؟ بله بله. خب چرا بر این دو ورزش تأکید شده؟ چرا به ورزش های دیگری به اندازه این دو ورزش پرداخته نشده در احادیث ائمه؟ اونا از نظر اسلامی خیلی هاش درست نیست. بله شما اشاره می‌فرمایید به بعضی از کارهایی که به عنوان تحت عنوان ورزش آورده میشه و اون رو ورزش می‌دونن و اسلام هم با اونها مخالف هست، اما موارد دیگری هست که اسلام با اونها موافقه و به اونها هم پرداخته شده، اما نه به اندازه سوارکاری و تیراندازی. بله
خب آقا اینا دور آخر زمان به کارمون نمی آمون اون ورزش ها. بله ممنونم، متشکرم از تماستون و از نظرتون. آقای محسن از اصفهان با ما بودند و گفتند که این ورزش ها به درد دوره آخر الزمان میخورد و در عصر انتظار ظهور حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف این ورزش ها و آمادگی جسمانی از طریق این ورزش ها بیشتر به کار ما میاد. ممنونم از تماسشون، شما هم میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید که چرا این دو ورزش. حفظ سلامت و رشد قوای جسمی و روحی از امور لازم و ضروری هر انسان عاقل و خردمند است. نقش ورزش در تندرستی و شادابی انسان بر همگان روشن و پذیرفتنی است، به طوری که روحیه سالم و بانشاط را در جسم سالم و سلامتی جسمانی را همواره با فعالیت‌های جسمانی و اجرای برنامه‌ای ورزشی می‌توان جستجو کرد. از طرف دیگر از نظر دینی داشتن بدن نیرومند و سالم انسان را در راه انجام وظایف دینی و رسیدن به اهداف عالیه اسلامی کمک خواهد کرد، لذا در آموزه‌های دینی نسبت به این امر تشویق شده است. در زمان سابق مردم برای تأمین معاششان فعالیت‌های جسمانی و حرکات عضلانی فراوانی داشتند، مثلا در مسافرت برای رسیدن به مقصد ناگزیر از سوارکاری و یا پیاده روی بودند و علاوه بر آنها کارها به وسیله دست و نیروی بازو انجام می‌شد و به طور کلی فعالیت جسمانی بسیار بالا بود. اما با این حال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام مردم را به انجام فعالیت‌هایی از قبیل تیراندازی و سوارکاری ترغیب و تشویق می‌فرمودند. ببینید در گذشته همونطور که مستحضر هستید فعالیت‌هایی که به عنوان تحت عنوان زندگی روزمره انجام می‌شد و همه انسان‌ها برای بقا و برای حیاتشون اون کارها و اون رفتار رو انجام می‌دادند، از ساده‌ترین اونها برای تأمین معاش روزانه گرفته مثل کشاورزی و سایر کارهایی که انجام می‌دادند برای اینکه رزق روزانه‌شون رو تأمین کنن یا اینکه سفرهایی که براشون پیش می اومده و سفرهایی رو که انجام میدادن یا از طریق سوارکاری و امثال اون بوده یا اینکه با پای پیاده انجام می شده، مجبور بودند فرسخ‌ها رو پای پیاده طی کنند و به صورت پیاده بین شهرها سفر کنند. حالا قصد از اون سفرها چی بوده جای خود، ولی به هر حال فعالیت جسمی مردم در زمان پیامبر و ائمه بالا بوده، اما با این حال پیامبر و ائمه تشویق و ترغیب می‌کردند بر سوارکاری و تیراندازی. تماس تلفنی داریم. سلام می‌کنم به خانم سروناز از هرمزگان. بله بفرمایید، خدمتتم. سلام به شما خانم سروناز، بفرمایید علت سفارش فراوان پیامبر و اهل بیتشون به ورزش‌های تیراندازی و اسب سواری چه بوده؟ صدا تو خیلی ضعیفه، صدا رو ندارم. بله اتاق خواهش می‌کنم صدا رو بلندتر کنند. الان صدای من رو دارید؟ بله الان که دارم. بله میشنویم نظرتون رو. علت سفارش پیامبر خدا و اهل بیتشون به آموزش سوارکاری و تیراندازی و تأکید بر این دو ورزش چه بوده؟ برای جنگ کربلا بوده. در جنگ جمل کردن، جنگ جمل در جنگ کربلا با اهل بیت با خاطر جنگن آموزش بوده. نمیدونم صحیح باشه یا نه. بله آماده شدن برای جنگ منظور شما هست، برای دفاع در حقیقت. بله بله بله. غیر از این چی؟ مورد دیگری هست اگر؟ بگه مورد دیگری هست در فکرم نمیرسیم. من صدا رو واضح ندارم. بله متشکرم از شما، از تماستون و نظرتون. با مطالعه تاریخ و روایت‌ها و آموزه‌های اسلامی و تقاریر پیامبر خدا و ائمه علیهم السلام در می‌یابیم
که اکثر رشته های ورزشی مورد تأیید ائمه و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بوده و روی برخی از آنها تأکید نیز شده است. از جمله این ورزش ها میشه به کشتیگیری، شنا، وزن برداری، زورآزمایی و دیگر ورزش های متداول آن عصر و زمان اشاره کرد. اما با تدبر بیشتر و کنار هم قرار دادن روایات متوجه خواهیم شد توجه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به برخی رشته های ورزشی بیشتر بوده و بر آموزش دیدن و آموزش دادن و عدم ترک آنها تأکید بیشتری شده است. سوارکاری و تیراندازی، مهارت هایی که هنگام جنگ و دفاع از ضروریات به شمار می روند و هنگام صلح و آرامش بهترین ورزش ها به حساب می آیند. دو ورزشی که از طرفی ورزش هستند در زمان صلح، از طرفی آماده سازی جسمانی هستند و از طرف دیگر در زمان جنگ یکی از نیازها به شمار میرن، یعنی اینکه انسان مسلمان باید خودش رو آماده کنه برای زمان جنگ، برای دفاع از جان و مال و ناموس خودش از طریق آمادگی جسمانی و از طریق این دو ورزش که موضوعیت داره اینجا. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشون علیهم السلام همواره بر این دو ورزش تأکید کردن و نقل‌های فراوانی هم در این رابطه وجود داره. اسب سواری و بله، سلام می‌کنم به خانم زکیه از کابل. سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید، میشنویم نظرتون رو. علت سفارش پیامبر خدا و اهل بیت ایشون به آموزش ورزش های تیراندازی و سوارکاری چی هست؟ خانم زکیه خواهش میکنم صدای تلویزیونتون رو ببندید و از طریق گوشی صدای من رو بشنوید. علت از این که اول ما سلام دارم تمام زیرنده های عزیز و بعد سلام میکنم به شما، بفرمایید. علت از این که چرا پیامبر خدا با تیراندازی و اسب سواری مردم را راهنمایی میکرد و یا تشویق میکرد، یکی از این که مثلا در اون زمانی که ما قبلا زندگی آنی کسایی که زندگی میکردن در اون زمان مثلا از دیگه اسلحه ها استفاده نمیشون، فقط همی تیراندازی و از سواری و چیزا بودن و بتانه که از طریق از اون دشمن دفع کنه و بتانه که دشمن از تجاوز نکنه بالای از اون کشور. و به این خاطر و اندر جلاله خودش هم فرموده که هر شخص باید، یک شخص مسلمان سه نوه مثلا یاد داشته باشه از نگاه ضروری، یکی که نمی شنا، یکی هم حد سواری و یکی هم نیزبازی. و این طریقه هایی بودن که دشمن هم نتونستن دفع کنه و از طریق عزیز نتونه که دشمن بالای کشور بالای کشور مسلمان گره تجاوز کنه. به این خاطر است که پیامبر هم این را فرموده که باید ما این را یاد داشته باشیم، چون که همونطور که دنیا مدرن تر شده و اسلحه ها و بعضی چیزهای دیگر به وجود آمد، کم کم کاربرد این نیزه‌بازی و اسبسواری رفته، چون فضای اون زمان تا این زمان هم خیلی فرق میکنه. دشت های بزرگ بودون، میدان های بزرگ بود، اما حالا دیگه ما میتونیم که از یک کشور به کشور دیگه از طریق دیگه دیگه میتونیم که یعنی باید که از دیگه که مانه جنگ از دشمن شدیم. بله، ممنونم از شما، متشکرم از نظرتون و از تماستون. همونطوری که شنیدید خانم زکیه که از کابل درسته تماس گرفته بودن، گفتند که دفع دشمن و ترساندن دشمن از جمله مواردی هست که به این دلایل تأکید شده بر سوارکاری و تیراندازی و ما به این دلایل باید آموزش ببینیم اینها رو. و اشاره کردند که امروزه
سلاح ها تغییر کرده و تیراندازی به شکل های مختلف دیگری الان انجام میشه و باید اونها رو هم آموزش ببینیم و فرا بگیریم و آموزش بدیم به فرزندان خودمون. اسب سواری و تیراندازی از ورزش‌های مطرح مورد علاقه مسلمانان است، چرا که در روایات معصومین علیهم السلام تشویق و تأکید فراوانی نسبت به فراگیری این دو امر به چشم می‌خورد. عذر می‌خوام. و اسلام بر تمرین کارهایی که دانستن و مهارت آنها در برای سربازی ضرورت دارد تأکید کرده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مورد تربیت اسب فرمودند: تمام تفریح های انسان مؤمن بیهوده است. تمام تفریح ها رو پیامبر بیهوده میخوانند الا چند تفریح که از بین اونها تربیت اسب و تیراندازی هست. به چشم تفریح و ورزش اگر بخواهیم نگاه کنیم، این دو تفریح تفریح هایی هستند که بیهوده به حساب نمیان و از جهات دیگری مورد تاکید قرار گرفتند و فضیلت دارند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله جهت تقویت بنیه نظامی اصحابشان مسابقاتی ترتیب می‌دادند و بعضی اوقات خود نیز در آن مسابقات شرکت می‌کردند و این بهترین تشویق مسلمانان مخصوصا جوانان برای یاد گرفتن فنون سربازی از جمله همونطور که عرض کردم تیراندازی و سوارکاری هستش بود. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند: رسول خدا صلی الله علیه و آله مسابقات اسب دوانی برگزار می‌کردند و به برنده مسابقه چند مثقال نقره جایزه می‌دادند، جایزه‌ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از اموال شخصی خودشون در نظر می‌گرفتند و به برنده مسابقه اهدا می‌کردند اون جایزه رو. تا وقتی که این سنت معمول بود و پیشوایان اسلام عملاً مسلمانان را در این امور تشویق می‌کردند، روح شهامت و شجاعت و سربازی در جامعه اسلام محفوظ بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گاهی اسب و گاهی شتر سوار می‌شدند و شخصاً با مسابقه دهندگان مسابقه می‌دادند، با شتری که به دوندگی معروف بود و معمولاً پیامبر پیروز میدان هم بودند. یکی از این مسابقات که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در اون شرکت داشتند، امام سجاد علیه السلام اون مسابقه رو نقل می‌فرمایند و می‌فرمایند که بعد از جنگ تبوک بود، بعد از بازگشت از جنگ تبوک، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با اسامه مسابقه ترتیب دادند و مردمی که شاهد مسابقه بودند فریاد می‌زدند که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیروز شد، ولی پیامبر فرمودند که اسامه پیروز شد. ببینید اینجا چند مسئله هست. یکی این که همونطور که خدمتتون هم عرض کردم، این سنت سنتی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پایه‌گذار اون بود و تا وقتی که جامعه به اون سنت پایبند بود قوا و قدرت فراوانی داشت. انشالله در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. بعد از این تماس سلام میکنم به خانم جودی از تهران و از ایشون میپرسم که علت سفارش فراوان پیامبر خاتم و اهل بیت ایشان به آموزش تیراندازی و اسب دوانی چی هست؟ خانم جودی سلام میکنم به شما، صدای من رو میشنوید؟ سلام علیکم، حال شما خوب هستید؟ صدای شما رو برم. بله سلام میکنم به شما، بفرمایید علت سفارش فراوان پیامبر خدا و اهل بیت ایشان به آموزش تیراندازی و اسب دوانی چه بوده؟ برای حفظ آمادگی لازمه نیروهای لشکر اسلام در زمان صلح برای مقابله و رویارویی با دشمنان اسلام در جنگ‌های آینده بود. همچنین در مرحله بعد حفظ سلامتی و تندرستی و شادابی و بالا بردن روحیه بود. اگه اجازه بدین من یه سلامی هم به ارباب داده باشم. بله ممنونم از نظرتون، بفرمایید مختصر سلام بدید، بینندگان دیگری پشت خط هستن، بفرمایید. ممنون مرسی. سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام علیک یا ابا الفضل العباس.
السلام علیکم جمیعاً و رحمت الله و برکاته. ممنون از برنامه خوبتون. خواهش میکنم زیارتتون قبول باشه. ممنونم از تماستون. ممنون. خدا نگهدار. بله، شنیدید که این بیننده هم به روحیه اشاره کردن، افزایش روحیه، افزایش آمادگی جسمانی و قدرت بر دفاع، به این موارد اشاره کردن. شما هم میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو در این مورد بیان کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند بهترین ورزش ها در پیش خدای متعال مسابقه اسب دوانی و تیراندازی هست. بله، همونطور که عرض کردم در معانی، در روایت‌های مختلفی و به معانی و تعابیر متعددی بر این دو ورزش تأکید شده و تقریر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر این امر هم بوده. یک نمونه رو براتون قرائت می‌کنم. الان پیامبر صلی الله علیه و آله از کنار قومی می‌گذشتند که مشغول مسابقه تیراندازی بودند. فرمودند تیراندازی کنید ای فرزندان اسماعیل، که پدرتان نیز تیرانداز بود، تیراندازی کنید، من با بنی فلان هستم. دو گروه بودند که در حال تیراندازی بودند، در حال مسابقه تیراندازی بودند، که مسابقه‌ای که بین خودشون ترتیب داده بودند این جوانان. پیامبر صلی الله علیه و آله هم تأیید کردند، رد نفرمودند این عمل رو، از طرفی رد نفرمودند، از طرفی تأیید کردند، و از طرف دیگر خودشون گفتند که من هم با فلان گروه، با اون گروه مسابقه میدم تا ادامه بدید مسابقه را. به همین خاطر اینطور بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تشویق و ترغیب می‌کردند که این ورزش تیراندازی انجام بشه. یا جای دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بیان اهمیت تیراندازی می‌فرمایند کسی که تیراندازی را پس از یادگیری آن رها کند و بدان تمایل نداشته باشد، در حقیقت نعمتی را رها کرده است. این نعمت بزرگی هست که یک انسان باید خودش رو از اون بهره مند کنه، اولا خودش آموزش ببینه و فرزند خودش رو بر اون آموزش بده، و اگر بی‌رغبتی کنه نسبت به اون یا بعد از یادگیری اون رو رها کنه، نعمت بزرگی رو رها کرده. تیراندازی پرارزش‌ترین ورزش‌های اسلامی است که در قرآن و احادیث و سیره نبوی به آن تأکید شده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند فرزندان خیش را تیراندازی آموزید، که این عمل باعث سرشکستگی دشمن است. می‌خواید دشمنتون رو بترسونید، می‌خواید دشمنتون رو سرافکنده و سرشکسته کنید، باید تیراندازی رو بیاموزید و اون رو به فرزندان خودتون آموزش بدید. از این راه می‌تونید مبارزه کنید با دشمنانتون. سلام می‌کنم به خانم مریم از تهران. سلام، متشکرم. بفرمایید علت سفارش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیتشون به آموزش تیراندازی چه بوده و سوارکاری؟ بله. البته الو، سلام میکنم به شما خانم مریم، بفرمایید. به خاطر اینکه بود که هم فنون نظامی هم تیراندازی را که به خاطر اینکه دفاع شخصی از خودشون که در مقابل دشمن بودن دفاع کنن خودشون، بعدم که اسب به عنوان مرکب و به عنوان چیز وسیله به خاطر سوار شدن و وسیله عیاب و ذهاب استفاده کنن برای خودشون. بله صد البته. و خب اسب از تجهیزات جنگی، از موارد بود که در جنگ هم استفاده می شد. آموزش نظامی که خودشون تون وسیله دفاعی خودشون اون زمان این بود دیگه. به نظر که این تو بود نمیده. حالا باز سوالی واسه نظرتون باشه یا نه؟ بله، ممنونم از نظرتون و تماستون. امروزه هم همین سلاح وسیله جنگی هست و بله، امروزه هم باید آموزش دید و آموزش داد. بله. ممنونم از تماستون. سپاسگزارم. التماس دعای مخصوص دارم ازتون. خدا نگهدارتون. حتما نائب زیاره شما هستیم. خدا نگهدارتون. بزرگواری شما. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. از دیگر فنون رزمی سابق و از رشته‌های ورزشی حاضر نیزه‌زنی است.
شیرمردان سپاه اسلام و رزمجویان جان بر کف میادین نبرد این فن را آموزش می‌دادند و بلد بودند. به طور کلی حضرت علی علیه السلام و فرزندان برومندشان متخصص این فن بودند، چنانچه در روز عاشورا هنگامی که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به فرمان امام حسین علیه السلام راهی فرات شد، در دست نیزه گرفت در حالی که 4000 جنگجو اطراف فرات را محاصره کرده بودند، خود را به قلب لشکر زد و آنها را متفرق ساخت و 80 نفر را به خاک هلاکت افکند و خود را به آب فرات رساند. در منابع تاریخی و روایی می‌بینیم که حضرت علی علیه السلام فنون نیزه‌زنی را به سربازان خیش نیز آموزش می‌دادند و می‌فرمودند در برابر نیزه‌های دشمن پیچ و خم به خود دهید که نیزه‌ها را می‌لغزاند و کمتر به هدف اصابت می‌کند. بله بینندگان عزیز، تماس‌های مختلفی رو دیدیم و شنیدیم و نظرات مختلفی رو شنیدیم. از روایات هم اونچه بر اومد تا جایی که تونستم به صورت مختصر اشاره کردم. برمیگردیم به آمادگی برای دفع خطر که یکی از ضروری ترین اهداف نهادینه کردن این ورزش ها در جامعه میتونه باشه. آنچه که از روایات اهل بیت علیهم السلام و به طور کلی از آموزه های دینی به دست می آید این است که تأکیدات فراوان بر تربیت بدنی در دین اسلام از این روز که این فعالیت ها فرای از این که سلامت جسمی و روانی را برای جسم و جان ورزشکار به ارمغان می آورد، نیرو و توان دفاع شخصی را در برابر خطرها و تهاجم های احتمالی افزایش می دهد. در قرآن کریم آیات بسیاری درباره لزوم دفاع در برابر هجوم دشمن آمده. اسلام جنگ ابتدایی و جاه طلبانه را تأیید نمی کند، اما جهت ایجاد ارعاب و وحشت در دل دشمن و ضرورت دفاع در برابر آنها افزایش نیروی بدنی و تهیه تجهیزات نظامی را ضروری می داند. میبینیم که ما در اسلام از اونجایی که جنگ ابتدایی و جنگ جاه طلبانه امری مردود هست، اما با این حال در آموزه های قرآنی و روایی ما وجود داره که تأکید شده بر این امر که نیروی بدنی و سلاح و تجهیزات رو آماده کنید و فراهم کنید تا از اون طریق دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو بترسونید و اونها رو به عقب برونید. میخوانیم در آیه سوره در آیه 60 سوره انفال میخوانیم که وعدو لهم ما استطعتم من قوه، تا آخر آیه که من ترجمه فارسیش رو قرائت میکنم خدمت شما، هر نیرویی در توان دارید و همچنین اسبهای ورزیده برای مقابله با دشمنان آماده سازید تا به وسیله آن دشمن خودتان و دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید. یکی از روش‌های مقابله با دشمن، یکی از مهمترین روش‌ها، متشکرم، همین توسل به قدرت نظامی هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام از این روز که می‌فرمایند ساز و برگ نبرد را آماده سازید، ضروریه که مسلمانان سلاح روز را برای دفاع همواره در اختیار داشته باشند و شیوه کار با سلاح را هم آموزش ببینند. در این صورت است که هرگاه سرزمین‌های اسلامی و مقدسات مورد هجوم یا کوچکترین تهدید یا تعرضی قرار بگیره، همه اقشار جامعه مخصوصا جوان‌ها به میدان نبرد میان و آماده دفاع میشن. همونطوری که دیدیم در سال 2014 و وقتی که داعش وارد عراق شد، با یک فرمان مرجعیت چطور جوانان به میدان آمدند، در میدان نبرد حاضر شدند و از مقدسات خودشون بنا به فرمایش آیت الله العظمی شیرازی و فتوای جهاد دفاعیشون از مقدسات دفاع کردند و داعش رو به عقب روندند و الحمدلله پیروز شدند. همون طوری که در سال 1920 میلادی این اتفاق بار دیگر افتاد، این اتفاق در اون سال از طرف استعمار انگلستان بود، انگلستان وارد کشور عراق شد، با ساز و برگ نظامی وارد عراق شد و اونجا هم
میرزای شیرازی دوم فتوای جهاد دادند و عشایر عراق که سلاح در اختیار داشتند با کار کردن با سلاح رو میدونستند، از پدران خود آموزش دیده بودند، به جنگ با انگلیس رفتند و این استعمار رو از کشور خودشون دور کردند. هنوز هم عشایر عراق همینطور آماده و مسلح هستند، همینطور این سلاح‌های خودشون رو به ارث می‌گذارند برای آیندگانشون، برای فرزندانشون. یکی از چیزهایی که افتخار می‌کنند این هست که این سلاح‌ها رو نسل به نسل به ارث می‌گذارند، آموزش میدن فرزندانشون رو برای استفاده از سلاح، چگونگی استفاده از سلاح آموزش میدن و همیشه آماده جانفشانی و دفاع از وطن و مقدساتشون هستند. یکی از وظایف مهمی که به تصریح روایات در دوران غیبت بر عهده شیعیان و منتظران فرج حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، کسب آمادگی‌های نظامی و مهیا کردن تسلیحات مناسب هر عصری برای یاری و نصرت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. انشاءالله در این خصوص بیشتر صحبت میکنم بعد از اینکه تا جایی که فرصت باشه تعدادی از پیام هایی که شما برامون ارسال کردید براتون قرائت کنم. بله، تماس تلفنی داریم، بعد از این تماس به پیام ها برمیگردیم. سلام میکنم به خانم انصاری از اصفهان. ببخشید. الو، سلام میکنم. شما صدای من رو دارید خانم انصاری؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام میکنم به شما. بفرمایید علت سفارش فراوان پیامبر خاتم و اهل بیت ایشون به آموزش تیراندازی و سوارکاری چه بوده؟ الو الو، خواهش میکنم صدای گیرندتون رو ببندید و صدای من رو از طریق گوشی بشنوید. ببخشید. الو الو، بفرمایید، میشنویم نظرتون رو. خب قدیم چون نیاز بود با اسب سواری، مثلا جنگا با اسب بود، تیراندازی با اسب و اینا بود، خب نیازی بود. الان هم نیاز هست که آموزش ببینم بچه ها، هم شنا، هم تیراندازی، هم اسب سواری، چون بالاخره نیاز هر کشوریه برای جنگ، تو جنگ استفاده میشه تیراندازی تو جنگای. حالا درسته با اون تیرمون چیزی، اما الان تیراندازی با تفنگای دیگه، ما باید همه آموزش ببینیم که بتونیم استفاده کنیم یه موقع جنگ چیزی شد، هر جا هر کی بتونه از خودش دفاع کنه. شنا مثلا یه دفعه می آب این رودخونه هست، هر کی بتونه شنا کنه خودش را نجات بده از ناب و اینا. بعد اون موقع هم پیامبر اینا گفته بود همه به آموزش ببینن، چون حتمی یه جای یه جنگی رودخونه آبیه بتونه شنا کنه، یا تیراندازی با اسب سوارکاری با اسب بتونه استفاده کنه. بله، ممنونم از شما و تماستون و نظرتون. بله، سری میزنیم به تلگرام، جایی که خانم زینب از شیراز برای ما فرستادن. چون این ورزش‌های مهم می بودند و از چند جنبه فایده فراوان داشتند، هم سلامت جسم و هم سلامت جان و هم آمادگی برای جنگ. آقای محمد از بحرین در تلگرام برای ما فرستادن، همه ائمه ما به این ورزش ها آشنا بودند و این ورزش ها را انجام می دادند و حتی در زمان کودکی یا در زمان بزرگسالی و سالمندی قهرمان این ورزش ها بودند و خواستند که شیعیانشان نیز این گونه باشند و در این ورزش ها مهارت پیدا کنند. آقای سعید از ایران شهر فرستادند، خوبه که ورزشکاری که میخواد ورزش کنه ببینه اهل بیت چه گفتند و همان گونه عمل کنه، آن ورزشی را انجام بده که پیامبر و فرزندانش دستور دادند، چون ورزش واقعی همین هاست. بله، ادامه پیام، نه چیزهایی که امروز اونها رو ورزش به حساب میارن و براش توجیه میارن که چه میدونم برای قدرت تفکر و حافظه خوبه پس ورزشه. کاربر دیگری در تلگرام فرستادند که چون با این ورزش ها میشه هم قدرت بدنی رو بالا برد و هم دشمنان رو ترسون که خیال حمله به مسلمان ها رو نکنن.
آقای حسین از آذربایجان غربی فرستادن، ورزش‌های متداول آن زمان اینها بوده و امروز هم مانند اینها وجود داره. مثلا قبلا که تیراندازی با کمان بوده، امروز باید تیراندازی با اسلحه آموزش داده بشه. بله، سعی به اینستاگرام میزنیم، اینستاگرام حجت الاسلام بهنام، جایی که کامنت گذاشتن تیراندازی برای دفاع از ایمان و سرزمین و اهل خانواده و اسب سواری برای تفریح و سفر و زندگی شاد داشتن. آقای آبس کامنت دادند که هم بالا بردن توان جنگی امت اسلامی و همچنین جهت سلامت روح و روان چنین ورزشی انجام دهند تا راه مبارزه با نفس رو هم همچنان مثل مبارزه تن به تن یاد بگیرند. در واتساپ کاربری پیام دادن برای مهیاسازی قوت برای مقابله با دشمن و ترساندن دشمن. کاربر دیگری پیام دادن علتش این بوده که در زمانهای قدیم با این وسایل برای مبارزه و جنگ کردن استفاده می شده تا دشمن بالاشهری یا کشوری تا دشمن به شهر یا کشوری تجاوز نکنه، چون در اون زمان دیگر وسایل جنگی نبوده که خداوند گفته یک مسلمان باید مهارت این سه عمل را داشته باشد: شنا، تیراندازی، اسب سواری. کاربر دیگری در واتساپ پیام دادن به خاطر اینکه بتوانند با تیراندازی از خود در مقابل دشمن دفاع کنند و از اسب هم به عنوان مرکب وسیله‌ای برای جابجا شدن استفاده کنند. کاربر دیگری پیام دادن پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند هیچ اسبی نیست مگر آنکه در هنگام طلوع فجر مناجات نموده و میگوید ای خدایی که مرا واگذار و در تسخیر بنی آدم قرار داده ای، بهترین مالها و دوست داشتنی ترین آنها را در نزد صاحبم قرار بده. کاربر دیگری در واتساپ پیام دادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می‌فرمایند تیراندازی را به پسرانتان آموزش دهید، زیرا موجب سرشکستگی دشمن است. بله، سرشکستگی دشمن نیز از دیگر مواردی بود که اشاره شد در کامنت ها. تشکر می‌کنم از پیام‌هایی که فرستادید، عذرخواهی می‌کنم از کسانی که پیام فرستادن، کامنت دادن یا به طرق مختلفی همراهی کردند با برنامه و متأسفانه فرصت به ما اجازه نداد که پیام اونها رو قرائت کنیم. برمیگردیم به متنمون. از این رو همواره علما، فضلا، عاشقان و منتظران ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف بر تهیه سلاح و آموزش کار با اسلحه مقید بودند و پوشیدن لباس سفید و حمایل کردن شمشیر در روزهای جمعه جزء وظایف ترک ناشده آنها به حساب می آمد. آویزان کردن شمشیر در منازل فرای از نمادی برای انتظار ظهور حقیقتی است که نگه دارنده سلاح را همواره منتظر قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و آماده دفاع آن حضرت و جانفشانی در راه ایشان می نماید و فرواضح است که حمل و نگهداری سلاح بدون داشتن علم و تجربه استفاده از آن امری عبث و بیهوده به شمار می رود. این بوده در روایات ما فراوان اشاره شده که برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده باشید و صفاتی رو، جزء صفات کسانی که منتظر هستند، مواردی رو در روایات آوردند که منتظران حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف اونها رو رعایت میکردن. ما میبینیم که علمای گذشته و بسیاری از عاشقان و دلسوختگان و منتظران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همواره سلاح به همراه داشتن یا سلاح در خانه خودشون داشتن. بسیاری از علما دعبشون این بوده که جایی که می نشستن سلاح بالای سر خودشون میگذاشتن و این فراتر از این بوده که یک نماد باشه صرفاً برای انتظار یا اینکه فقط چیزی باشه که به صورت نماد یا کلاسیک بخواد این انجام بشه. نه، این یک امری بوده، این یک چیزی بوده که نشون دهنده اینه که
که اونها اون منتظران همواره منتظر این بودند که امام عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور کنند و سلاح خود رو بردارند و آماده دفاع و جانفشانی در راه اون حضرت باشند. بینندگان عزیز، دقایق پایانی برنامه هست. توجه شما رو جلب میکنم به بیانات مرجعیت عظیم الشأن حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شام قریبان امسال. با هم گوش جان بسپاریم. قبل از که شیوعی ها بیان حکومت کنن رو عراق، سال 58 بود، این آمده 58 میلادی، قبلش من یادمه از پیر مرزا بپرسید میدونن تو دونه دونه از شهرهای عراق مغازه هایی بود که سلاح سبک میفروختن، سلاح میفروختن و سلاح اصلاح میکردن. تو همین کربلای معلم یادمه چند مغازه بود سلاح میفروخت، آزاد بود سلاح. عبدالکریم قاسم اومد انقلاب کرد، شیوعی ها دستشون رو باز گذاشت. یکی از کارهایی که کردن سلاح را از مردم جمع کردن. نه، سلاح نباید دست مردم باشه. چرا؟ چون یکی زده یکی رو کشته تو فلان جا، یکی فلان جا چیکار کرده، یکی دوتا ستا چارتا. به این عذر مردم خلع سلاح کردن. حالا راست بود دروغ نمیدونه. و خلع سلاح شدن چی شد؟ کل سلاح شد دست شیوعی ها، دست حکومت. در یه روز چقدر اعدام کردن، در یه روز چقدر شکنجه کردن، هزارها هزارها. یکی از کارهایی که شیوعی ها میکردن این بود، فلان کس که ضد شیوعی ها بود، ضد بود نه که جنگ کرده بود، حرف زده بود، زنده زنده میریختن، تظاهرات میکردن شیوعی ها، حکومت هم پشت سرشون بود، مال خودشون بود، بند تو پاش مینداختن میکشیدن با لگد و مشت و سنگ و اینا میکشتنش. اسمش عربی سحل میگن. و این شعر تو مجله ها نوشته بود، من خودم اون وقت خوندم تو مجله. تظاهراتشون این میگفتن ما کو معامرت صیر، معامره یعنی توطئه، یعنی حرفی که کسی ضد حکومت بزنه اسمش بود معامره، اسمش بود توطئه. ما کو معامرت صیر والاحبال موجوده، یعنی توطئه دیگه جا نداره مادامی که تنابها در دست ماست. بعدی که کمونیست ها رفتن از بین، معروف شد این که یه لیستی توی مقر اینا پیدا کرده بودن، خیلی ها رو سهل کردن که یه لیستی برای کسایی که باید تو کربلا و نجف بند به باشون بندازن بکشن بکشنشون، 16 تا اسم توش بود. یکیش اسمش همون وقت یادمه، دو تاشو میگم، یکیش مرحوم آیت الله العظما سید محسن حکیم بود، یکیش مرحوم پدر ما بود امیرزا مهدی شیرازی. چرا اینا نوشتن از شیوعیت و کفر؟ و همونجا تو مجلات نوشتن و خود من خوندم، شاید پیرمردایی باشن که اینا خونده باشن دیده باشن، تو فلان شهر که حالا اسمشو نمیگم یادمه کدوم شهر، یکی از شهرهای عراق، یکی از اینا رو که سحل کردن، بعدی که کشته شد لختش کردن و قناره قصابی زدن گوشتاشو تیک تیک کردن. مردم خلع سلاح کن تا اینجور بکنن. این کشور اسلامیه، اسلام پیغمبر اینجور بوده، اسلام علی ابن ابی طالب اینجور بوده، امام حسین اینجور کردن. تو دنیا امروز داره به اسم اسلام این چیزا اینجوری پخش میشه. علم رسول الله صلی الله شهادتین مینویسه، زنده آتیش میزنه، سر میبره. کی جبران باید بکنه؟ کی مسئوله؟ همه مسئول، همه مسئول. بله، بینندگان محترم، نظرات مختلفی رو شنیدیم و از
کلام اهل بیت علیهم السلام در این باره آگاه شدیم. دقایق لحظات پایانی برنامه است و باید با شما خداحافظی کنم و همچنان جای این سوال باقی میمونه که با این همه تاکیدات فراوان اهل بیت و پیامبر خدا بر داشتن سلاح، این سوال باقی میمونه که چرا حکومت‌ها مردم خودشون رو، حکومت‌های اسلامی مردم خودشون رو خلع سلاح میکنن. تا فردا 19 و 15 دقیقه به وقت تهران، خدا نگهدار.